بادرود برنامه پیش رو ادامه میدم. روی مفهوم انسانشناسی، یعنی انسان چیست و چیست هستم. از برنامه پیش تقریبا بررسی مفهوم رو شروع کردم، گفتم که در وضعیت دیروز بعد از مشروطه، دیروز یعنی از وجه تاریخی، در حال تاریخ نوین ما، دیروز به معنی بخش تاریخ جدید ماست. گفتم که در وضعیت دیروز بعد از مشروطه ما و امروز بعد از انقلاب 57 تا حال حاضر، دست کم کسانی که به کار فکری یا سیاسی پرداختند. چرا دست کم؟ به دلیل اینکه عموم مردم رو یک چنین مسئله ای رو که دارم باز میکنم البته در بر نمیگیره. بنابراین کسانی که به کار فکری یا به کار عمل سیاسی و اجتماعی پرداختن و میپردازن، در برابر مشکل و پیچیدگی قرار داشته و دارند. یعنی دقیقا از عصر مشروطه این مشکل وجود داشته و هنوز وجود داره که این کسان، یعنی همونهایی که به کار فکری یا عمل سیاسی میپردازن، خود نیز به مبدأ این مشکل و پیچیدگی اون درک و فهم دقیقی ندارند یا اصلا نسبت بهش فکر نکردند. اون مشکل چیه؟ اون نقش و جایگاه انسان بر زمین و زیست اونه. از لحظه ای که متولد میشه تا زمانی که میمیره. این نقش و جایگاه انسان، اصطلاحاً انسانشناسی یا آنتروپولوژی گفته میشه. گفتم در برنامه پیش که در این 100 سال گذشته و ما در جدال دو تعریف انسان بودیم، بدون آنکه به این جدال بنیادی و درونی مفهوم انسان در دو عرصه اصلا توجهی داشته باشیم. بنابراین ما در این 100 سال، یک بار دیگه میگم، اینا رو تکرار میکنم و با آرامی صحبت میکنم برای اینکه شنوندگان من بدون تردید توجه دارن، دقیقا در ذهنها باقی بمانه و به اون اندیشه بشه، فکر بشه، یادآوری بشه. فقط 20-25 دقیقه صحبت من شنیده نشه و بعد تموم بشه. این به نظر من یکی از کلیدی ترین مشکلات فرهنگی ماست که ما بهش نپرداختیم، باز نکردیم اون رو. خب پس گفتم که ما در این 100 سال در جدال دو تعریف انسان بودیم و هنوز در این جدال باقی هستیم. اصلا یه نمونه ای رو هم امروز
که ما ایرانیان زندگی میکنیم برای شما میارم. تعارضی که بین مثلا اهل فکری یا کنشگران سیاسی که انسانهای سکولر دارای ذهنیت سکولر هستند نامیده میشند یا لایک گفته میشه، بین این ایرانیان و ایرانیانی که مثلا ملی مذهبی یا اصلاح طلب یا چیزایی از این نوع، یعنی به هر حال اسلامگرا، یعنی کسانی که بر بنیان اسلام می اندیشند، جدال اصلی بین این دو جریان کجاست از نظر فکری؟ ما اینو باید اول درک کنیم. اون در تعریف انسانشناسیه. یعنی قصد من از طرح این مسئله چند چیزه. ابتدا این مشکل ما بشناسیم و بر اون درنگ کنیم و سپس بدانیم که مبدا این تعارض ها کجاست. خب پس ما در این 100 سال در جدال این دو تعریف انسان بودیم و هنوز هستیم. به ترتیب گفتم، اشاره کردم نکاتی رو در بخش پایانی برنامه، حالا 8 دقیقه آخر بود دقیقا خاطرم نیست. اول اینکه انسانشناسی دینی و مشخصا اسلامی یک، یعنی ما باید اینو دقیق بشناسیم، جوهره این رو بدانیم. گرچه کسانی که به کار فکری پرداختن و میپردازن البته کمابیش با یک چنین تعریفی آشنا هستن بدون تردید، اما اینو باید تعمیقش کرد، به ژرفاها برد، اینو باید از اون ژرفاها برد، یعنی فهمید، درک کرد، بعد از اون ژرفاها آورد بیرون به عرصه واقعیتی که در جریان رسوند و اونجاها اینو جستجو کرد. ما هر قدر ریشه این تعارض ها و مبدأ اونها رو بهتر بشناسیم، البته برای غلبه کردن بر اونها موفق تر خواهیم بود و توانمندتر. پس یک، انسانشناسی دینی و مشخصا اسلامیه. دوم، انسانشناسی نوینه. این انسانشناسی نوین برآمده از نگرش یا بینش نوین مغرب زمینیه، یعنی چیزی که در فرهنگ و تمدن اروپایی متولد میشه، به وجود میاد. انسانشناسی نوین که از بینش نوین مغرب زمینی، یعنی همون چیزی که ما مدرنیته میگیم، با چگونه متولد میشه؟ با زایش و پیدایش مفهوم کوژیتوی دکارتی، یعنی می اندیشم، ارگو سوم، پس هستم. ببینید، می اندیشم بنیان رو بر اندیشه، یعنی بر انسان میذاره، بر انسان میذاره. دقت کنید، من در باب این کوژیتو در برنامه های فکر میکنم آغازین همون سال اول ایران مدرنیته خاطرم هست که در چند جلسه به قدر، حالا شاید کافی نبوده، ولی در یه حدی این مسئله کوژیتو رو، یعنی میاندیشم دکارتی و اینکه چرا این میاندیشم بنیان مدرنیته است، شرح و بستایی دادم.
کسانی که نشنیدن و براشون این مفهوم روشن نیست، اون چرا که من توضیح دادم، وگرنه در کتاب هایی که از آثار از مسائل فلسفی نوین ترجمه شده به زبان فارسی کمابیش چیزهایی پیدا میشه. خب اون چرا که من توضیح دادم و هدفی که داشتم در بررسی این مفهوم، میتونید به اونجا مراجعه کنید. پس انسانشناسی دوم، مکس نمی کنم بیشتر وارد این بررسی این مجددن نمیشم، شاید اگر لازم باشه و کسانی پرسش هایی داشته باشن میتونم مطرح کنم، بعد من در برنامه های بعدی اینو بیشتر برای روشنی ذهن شنوندگان باز میکنم، باز در مورد شرط میزنم. دوم انسانشناسی نوینه، پس تکرار میکنم، برآمده از بینش نوین مغرب زمینیه که با زایش یا پیدایش کوژیتوی دکارتی به وجود میاد. این انسانشناسی دومه، یعنی چیزی که در بینش مدرن است، یعنی چیزی که در مدرنیته است. گفتم که در انسانشناسی اسلامی آزادی، خردورزی، استقلال ذاتی انسان نسبت به خداوند مطلق منتفیه. مطلق یعنی انسان هرگز در مقابل اراده خداوند و جایگاه خداوند و هستیمندی او هیچ نقشی نداره. در این فهم از جایگاه و نقش انسان در اسلام، انسان یعنی در تعریف انسان، نقش انسان، جایگاه انسان، این که انسان کیه، انسان زائده ایست گویی وصل به الله، فاقد اراده آزاد. این بسیار مسئله پایه‌ایه، بسیار مسئله پایه‌ای و تعارضی است که در این 100 سال بنیان یکی از تعارض‌های اصلی فرهنگی ما در این 100 سال است که تا هم امروز وجود داره و انقلاب اسلامی 57 نتایج اون اتفاقا بخشش به همین جا برمیگرده. فاقد اراده آزاده، فاقد تعیم بخشی به زندگی خیشه به هیچ عنوان. این جدالی که 40 سال بانوان ایرانی، زنان ایرانی برای استقلال عمل خودشون، عمل انسانیشون دارن انجام میدن و قتل و شکنجه و زندان نه یکتن، نه دهتن، نه صدتن، بلکه صدها رو سبب شده، بلکه هزاران رو، و هنوز این جدال با قوت و قدرت برقرار از سوی این زنان آزادی خواه و شجاعی که فقط یک چیز میخوان، استقلال انسانیشون. این جدال چرا وجود داره؟ ریشه این جدال اینجاست، اینکه انسان و طبعا بیش از مرد زن زائده ایست در کنار اراده خدا. فاقد اراده آزاده، جدالی که انسانهای آزادی خواه در تمام این 100 سال انجام دادن چی بوده؟ حالا همه و 100% رو نمیگم، ولی غالب انسانهای آزاد، برای غالب کسانی که مبارزه برای آزادی کردن، برای تحقق اراده انسان آزاد بوده.
و طبعا ممکنه کسانی بگن آقا در رژیم پهلوی، البته در رژیم سلطنت در 50 سال عصر پهلوی که اراده خداوند مستقیم از طریق حافظان اراده خداوند که ملایان و روحانیان باشن که اعمال نمیشد، اونو چی میگید؟ بله دقیقا نمیشد، اما خود اون سلطنت و ساختار اون و بنیانهای اون نوعی زائده‌ای از اراده خداوند بود و البته در اطاعت اراده خداوند. شما دقیق بشید به چند ماده از مواد قانون اساسی عصر مشروطه به ویژه متمم اون متوجه میشید. من فرصت ندارم دیگه حالا سخنم رو بخوام پراکنده کنم برم وارد عرصه‌های دیگه بشم، لازم بشه براتون مواردی رو از همون قانون اساسی مشروطیت براتون میارم، نشان میدم. بسیاری از ایرانیان خواندن و حتما هم ازش مطلع هستن که بله قدرت سلطنت خود رو مکلف، وقتی که میگیم مکلف یعنی تابعه، یعنی زائده است. زائده معنای تابعه، همین خیلی ساده. زائده است وسط به الله است، فاقد اراده آزاد، فاقد تعین بخشیدن به زندگی خود و جریان اون، یعنی جریان زیست انسان بر زمین. مسئله بعد چیه؟ یعنی شاخصه بعد در این انسان شناسی زیست انسان در زمین از آغاز تا پایان زندگی هر فرد و اصلا و عمدتا آغاز و پایان عالم پیشا پیش از سوی خداوند تعیین شده. اسم این چیه؟ تقدیره. هرگز قابل تغییر نیست. یعنی چه هرگز قابل تغییر نیست؟ یعنی هیچ نیروی دیگری جز اراده خداوند و خواست خداوند یا همون الله نمیتوانه این رو عوض کنه، بنابراین غیر قابل تغییره. این آغاز و پایان جهان در اصطلاح دینی که البته این نحو بینش نسبت به عالم، نسبت به هستی و نیز زیست انسان بر زمین فقط مختص دین اسلام نیست، این ریشش در یهودیته، یعنی در ادیان ابراهیمیه، یعنی در بیبل کتاب مقدسه. ریشه این اندیشه اونجاست و در یهودیت پیدا میشه، در مسیحیت وسعت پیدا میکنه، بسیار قوی میشه و تمام دوره قرون وسطا رو در اروپا میگیره و البته تالی اون، پیرو اون در دین اسلام هم هست. محمد پیامبر اسلام بدون تردید، بدون هر گونه رد، هر گونه تردیدی در این امر، پیامبر اسلام نیز دقیقاً همون آموزه‌های بیبلیک یا توراتی رو عیناً وارد کتاب خودش به نام قرآن می‌کنه. خب حالا پس این آغاز و پایان جهان معلومه. این در اصطلاح دینی و فلسفی اسکاتولوژی یا آخرت شناسی گفته میشه. به سخنی اصلا ما بخواهیم
در بینش دینی می عمدتاً روی اسلام هستم. ما مفهوم تاریخ رو تعریف کنیم، تاریخ تک خطیه، یعنی از جایی شروع میشه و پیدایش انسان به جایی خط پیدا میکنه. بنابراین باز این رو تکرار میکنم، در این انسان شناسی چند مشخصه هست که اینو در برنامه پیشان گفتم، تو این برنامه هم باز مکس کردم بررسیش کردم بیشتر. یک، آزادیه. ما اینها رو اصلا نمیبینیم. دو، فقدان خردورزیه، یعنی خردورزی به این معنا که انسان صاحب خرد و بر بنیان خرد خیش و شناخت خود حیات و زیست خودش رو تعین میبخشه، شکل میده. این اصلا وجود نداره. بعد تغییر یا تحول بنیادین در شیوه های زیست انسان ها از آغاز تا پایان تعیین شده و لزومی نداره انسان به این بیاندیشه که چگونه باید تغییر، اصلا لزومی به تغییر نیست. زندگی که 2000 سال بعد از محمد مسلمانان انجام میدن همون چیزیست که در عصر محمد بود و اصلا در خود در میان ایرانیان، در میان همین شیعیان همواره این گفته شده بهترین شیعه کسیست که الگوی او پیامبر و علی امام اول شیعیان باشه، یعنی اون گونه که او زندگی کرده. موفق ترین آدم در میان ایرانیان مسلمان کسی شناخته میشد که بر الگوی محمد و آل محمد عمل کرده باشه یا عمل بکنه، هم امروز نیست. از هیچ گونه تغییری در سلوک و رفتار و شیوه زندگی لزومی نداره به وجود بیاد. خیلی ساده است. ببینید، حالا ببینید، به ویژه روی اینا مکس میکنم تا ذهنتون بره ببینید چگونه تعارض و تضاد و این همه ویرانی و نابودی و که مملکت رو به مرز فروپاشی رسونده ریشش کجاست. اینی میخوام برای شما نشان بدم. هم قصلا باز کردن یک بحث نظری فقط نیست که بخوام اینو توضیح بدم بگم حالا مثلا یه مسئله فلسفی یا یه مسئله نظری رو من میام، نه اصلا این نیست، چون اصلا نه وقت این کار هست فعلا و نه ذهنها باید به این مسائل صرف تئوریک یا نظری بره. بنابراین شما دقت بکنید در رفتار یک مسلمان، نه حالا انقلابی رو نمیدونم بعد از اسلامی، نه بعد از انقلاب اسلامی رو نمیگم، بعد از 57، پیش از 57، همواره الگوی یک ایرانی مسلمان شیعه و غیر شیعه این بوده که بر شیوه محمد و البته برای شیعیان علی و فرزندانش باشه که امامان شیعه. به سخنی تاریخ هستن در بینش اسلامی هیچ تحولی نداره. امروز با دیروز هیچ فرقی نداره. به این اعتبار گفته میشه تاریخ یک خطیه. البته عناصر دیگری نیز در این آخرت شناسی یا اسکاتولوژی وجود داره که بررسی اون از حوزه بحث فعلی من بیرونه. فقدان آزادی و عدم آزادی انسان کلیدی ترین کانون مسئله بینش
اسلامی. فعلا همین و تا ادامش تا بعد و مرسی.